چون زردالو بویی. آره بهه بویی دیگه همون بهه. سلام برای بکس یوتیوب. سلام برای بکس یوتیوب، خوش اومدید به چنل رین و ریاکشن. اومدیم بریم سراغ یک ولایت دیگر از سری ولایت ریاکشن های رین و ریاکشن. ولایت امیر ریسن امیر نوا. نه اشتباه دارم، نه امیر ریسن امیر نوا. باید بریم ولایت مزار شریف. بریم ببینیم مزار شریف آقا چیا داره. آقا مزار شریف خیلی زیباست و چقدر هم مسجد داره. اون مسجد آبیشو من خیلی دوست دارم. مسجد آبی، مسجد صورتی هم داره. نه مسجد قهوه‌ای داره. ولی خدای اون مسجد آبی خیلی خفنه. آره. که عید نوروزشون خیلی از میلاد میدان رو اینجا میگیرن. آره آره چند تا مسجد داره تو همهشون میرن. بریم که حالا با هم دیگه ببینیم این ویدیو رو. امیدوارم دوست داشته باشید. بچه که اهل ولایت مزار شریف هستن حتما داخل کامنت بذارن که ما بیام یه بوس بفرستیم بهشون و اینکه بونم بوس به همتون. حالا چون این مزار شریف داره اینجا نه داریم آخه آقا هر سری ما به هر ولایتی داریم میریم اونجا آره میگن بچه‌ها بگن بچه‌ها خودشون میگن. بریم دمتون گرم، لایک سابسکرایب زنگوله اینسا همه رو بکوبید. دمتون گرم، بریم سراغ این ویدیو. لتس گو. ولایت بلخ. بلخ؟ بلخ. ولایت بلخ و مرکزیت مزار شریف از ولایت های کشور افغانستان است. بلخ یعنی تو چیز میشه؟ مرکزیتش دیگه. آره دیگه. آخه این افغانستان بلخ اون بالای چیز این پایین هرات. هرات رو نمیگیم که، هرات نیست، مزار شریفیم. کجا گرفتی؟ مزار شریف من چی دارم میگم هرات؟ چون ویدیو قبلی هرات بود همون گیر کرده. هرات قبلی هم که کابل رفته بودیم آقا یه چیز دیگه تو گیر کرده. پس بود. یعنی مزار شریف میشه مرز فکر کنم با پاکستان. نه پاکستان اینجاست داداش، ایران. ایران هم اینجاست. چقدر جغرافیا داغونه بچه. بذار ببینم من کجاست. اونجا معلوم نیست. اینجا بلخ باشه بالا یا ترکمنستانه یا نمیدونم کجا بود دیگه بالا، ازبکستان. چون تاجیکستان هم اینجاست، ازبکستان اینجاست، نمیدونم. بچه ها بریم. مساحت آن الان میگه احتمال 7.249 کیلومتر مربع. اقوام تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک، ترکمن و عرب در این شهر زندگی میکنن. همه اقوام هستن. ولی حاجی تو افغانستان چقدر قوم داره؟ آره خیلی داره. من فکر کنم مثلا ایران خیلی قومیت داره. من میگم بیشترین قوم تو کل جهان بکنم هم مال افغانستان. افغانستان آره خیلی زیاده. یعنی مثلا ما اگه ترک و عرب و اینا هم داریم اینجا، افغانستان که ترک و عربو داره هیچ، تاجیک و ازبک و اینا هم داره که همشون هم قابل احترام و خفنن. در شهر مزار شریف بیشترین جمعیت را هزاره ها و تاجیک ها تشکیل می دهند. مردمان بلخ بیشتر به زبان فارسی سخن می گویند و زبان هایی که بعد از زبان فارسی مروج است زبان های ازبکی، ترکمنی و پشتو می باشند. ولسوالی ها نهر شاهی، دهداری، نهر شاری، دهداری، مارمل، خلم، کلدار. امیدوارم اشتباه نخویم. کلدار مال چیز بود؟ کلدار پول واحد پول چیزه پاکستانه. کلدار آره. آمار پاکستان هم داری تو؟ آره شورتپه، دولت آباد. آره دولت آباد. بریم بلخ. بلخ دیگه فکر کنم معروف ترینش باشه. آره دیگه دولت آباد هم معروفه. دولت آباد هم معروفه. بریم دادی، مارمل، خلم، کلدار، شورتپه، کشنده، دولت آباد، بلخ، چاربلک، چنتال، شورگرم، چارکند، کشنده و زاری می باشند. همچنین حیرتان بندر تجارتی بزرگی میان افغانستان و آسیای میانه می باشد. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بوده و در 25 کیلومتری غربی این ولایت ولسوالی بلخ زادگاه عارف و اندیشمند اسلامی مولانا جلال الدین محمد بلخی قرار دارد. اوه همه بلخی از اونجا بس الهام گرفته. آره خودی شهر بلخیه دیگه. نه منظورم آره دیگه مثلا شما نویسنده یا خواننده یا مثلا یه چیزی بوده اون موقع از اون یارو فامیلیش خمینیه تو خمینی شهر به دنیا اومده. ببینید چی میگم، اسمای شهرهاشون اصولا میشه پسوندش. مثلا الان ما تهران به دنیا اومدیم باید میشدیم تهرانی دیگه. نه دیگه تهران آخه همه تهرانی نیستن. الان تهران 72 ملت سره، 150 ملته. آره قاطی مثل استانبول ترکیه است. آره. پایتخت‌ها اینجوریان. این ولسوالی دهی به نام پدر مولانای بزرگ قرار دارد. بله. که بهاءالدینش می‌خوانند که در 5 کیلومتری شمال شرق ولسوالی بلخ قرار دارد. بندهای آب در ولایت بلخ دو آب وجود دارد که هر دوی آن از سوی جنوب و مناطق کوهستانی سرچشمه می‌گیرند. خیلی جالبه. افغانستان نه دریا داره، دریا بحر داره، نه دریای اونچنانی. دریا زیاد داره، دریا بعد دریا چه رودخونه است. بحر نداره، بحر نداره. خب
ولی همش ولی هر ولایت میری توش یه حداقل یه گوشه آبی پیدا میکنی این شکلی ها. بعد هست هم اینچنان ادامه داره و انگار مثلا یه جادوگری یه چیزی اون وسط خدا آره داره اینجوری خدا قشنگ میدونسته چه جوری مدیریت کنه همه چی کجا جاشون کجا ببین از همه چی داده بهش دیگه افن دیگه. بریم بندهای آب. در ولایت بلخ دو آب وجود دارد که هر دوی آن از سوی جنوب و مناطق کوهستانی سرچشمه میگیرند. حوزه دوم آن حوزه خلم است. این حوزه در شرق ولایت بلخ موقعیت دارد که از ولایت سمنگان سرچشمه میگیرد. زراعت 70% مردم این ولایت مصروف زراعت هستند که نیازهای زندگی خود را از همین طریق مرفوع میکنند. ببین 70%شون یعنی 30% ما باقی میمونه 30%شون مثلا اداره مداری کارون 70%شون واسه معاش خودشون از کشاورزی استفاده. همینه دیگه. ببین افغانستانیای خیلی قدیمی خب قبراغن چیز آره دقیقاً خیلی سر حالن خیلی بدنشون رو فرم تره خیلی چی میگن عمر بیشتری میکنن خب پفک نمکی نیست دیگه. آره دیگه واقعا الان مثلا ایران دیگه همه چی دستگاهی شده. الان تخم مرغ هم دستگاهی شده دیگه. آره دیگه دیگه تخم مرغ از اونجا مرغ در نمیاد دیگه. تخم مرغ خودش هم دیگه تولید میکنه. قدیمی ها اینقدر عمر میکنه. الان زمان مثلا پیغمبر اینا رو نگو سنو چقدر بود یورو مثلا تو سن الان 150 آره. حضرت نوح اینا اینا چرا اینجوری بودن؟ ولی الان 60 سال رد میکنه میگه خدا دمت گرم 5 سال دیگه به من عمر بده بسمه. آره تروف زراعت هستن که نیازهای زندگی خود را از همین طریق مرفوع میکنند. هرچند این ولایت دارای دشت های وسیع است اما تمام زمین های آن بر سر کمبود آب قابل کشت نیستند. آب دو دریای این ولایت شولگر و بلخاب تا حدی کم است که آب زمین‌های زراعتی را تأمین کردن نمی‌تواند. گندم از محصولات مهم بلخ محسوب می‌شود. گندم که باید باشه. تو هر ولایت باید حداقل گندمی باشه که اون منطقه رو گندم ولی باز خودش چیز داره دیگه. یعنی اصول حساب کتاب ولی گندم زیاد آب نرسه بهش فصل جواب نمیده دیگه. تو چه زمینی؟ زمینش باید آره اونو باید حاصلخیز باشه برای خود مثل برنج میمونه تقریبا. آره تضاد برنج ها خب ولی باید میگم دیگه اون زمین کشتیش باشه دیگه میگه آقا الان نمیتونه موقعیتش باید فراهم باشه و بعد از آن پنبه جو جواری و برنج نیست از محصولات به ذرت جواری میگن آه. جواری نمیتواند. گندم از محصولات مهم بلخ محسوب میشه. یه میگم در مورد این چیزا باید درست کنیم ما. آره جواری و برنج نیز از محصولات زراعتی این ولایت هستند. این ولایت قشنگ مزار شریف چیزای مهمه که انسان خورد خوراک مهمه انسان رو میزنه. جو برنج اونو ول کن نمیم گندم به به پسته رو داریم که پسته یکی از میوه های مهم بلخ است اما در کنار آن انگور و خربزه شیرین انگور. هم کشت میشوند. کشمش نیست بچه شما من آقا قانع کنی چرا به این میگن خربزه؟ دیگه اسمه دیگه. چرا نمیگن گاوبزه؟ میگن خربزه. حالا دیگه خربزه دیگه حتما. بچه بگین اینو تو کامنت ها بگین چرا میگن خربزه مثلا نمیگن آقا گنجش بزه؟ مشکل حیوان حیوانه فرقی نداره. خب آخه حیوان آخه تو میوه اسم حیوانو گذاشتن دو تا حیوان یه خربزه چون دو تاست. خب خربزه ها اولش که من مغزم ترکید. از محصولات صادراتی این ولایت است و علاوه بر آن میوه های چون زردالو بولی بادام بولی. به بود درسته؟ محصولات صادراتی این ولایت است و علاوه بر آن میوه هایی چون زردالو بویی آره بهه بویی دیگه همون بهه بویی آره بادام سیب، توت، شفتالو، خربوزه و گلاس از حاصلات شما شفتاله منی داشت شفتاله کجای داشت شفتاله آقا میگه مثلا به دختر یارو این شفتاله من آقا شفتاله بوب و زیاد این ولایت به شمار آمده و کشت خوبی داشتن. من عاشق آلبالو هم بچه زمین های بلخ در بخش حاصلات قلدانه نیز بی نظیر هستند همون اما نگفته نماند در 10 سال گذشته رشته های ورزشی از قبیل فوتبال کرکت، بوکس، تکواندو آجی با اون یه دوی بزنی با آدم ورزش های رزمی که کله اصلا افغانستان همه شون خفن تو ورزش های رزمی. حالا دیگه چه برسه مثلا چی میگن؟ اینجوری میکنم بخوای بهشون بگی مثلا این ولایت
خفنه تو ورزش، اون ولایت خفنه، نه همه‌شون خفنن ماشاءالله. دندام نیست پیشرفت چشمگیری داشته است. بله بعدن دوست داری ها. دمتون گرم که تماشا کرد. این بود ولایت مزار شریف. اگه دوست داشتید بچه‌ها گفتن ریاکشن داشت، ولایت خودتون داخل کامنت برام بنویسید بچه مرس. ولایتی گفتین این کامنت ها رو خوندم ها. ولایت تخار و ولایت کابیسا این دوتا اولویت میاد به زودی دیگه. آره میاد. دمتون گرم بچه‌ها. لایک سابسکرایب انگولین اینستا همه رو بکوبید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. Thank you.